سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای ایران و دنیا. خدمت شما هستم که سیاه بازی های پاس این اراضی رو باش و اینها شروع شده. همیشه با هم دیگه برگا پشت پرده پشت با هم هم هستم تا به جایی میرسن که هم دیگه رو میدارند. لاشخورها، کرکس ها، این خلاصه این چی بهش میگن کفتارها اینها میتونن هم میپره فعلا نزدیک که به اونجا رسیده رو میرسه یواش یواش، ولی یه عده‌شون فعلا اومده. این جنگ جهانی اول دوم، جنگ جهانی اول یه سری با هم دیگه بودن میجنگیدن علیه آلمان، بس سری دوم گفت نه تو حق من ندی، باز اومد با اون شریک شد با این جنگ. همیشه بازی همین بوده، هیچ هدف مشخص توش نیست، فقط منافع پولی است. و من نمیدونم چطور شده توی هزاران سال نفهمیدند و نمیخوام بفهمند که از پول فروش اسلحه، از تخریب، از خرابکاری چی گیرشون میاد. یه ساختمان میبینید دوات خرابشون خراب بود، چی گیرش میاد؟ یه مش آشغال، یک مش جنسایی که دیگه عرض خارج هست، با یه پول ناچیز ساختمان رو عظمت خراب میکنن که بده این کسی هستن که به کسافت خوری و به آشغال خوری عادت کردند. نمیخوانم بفهمم اما چرا این از بی ذلت و خفت افتادن همشون به خاطر اسلحه که فروختن، به خاطر کاری کردن. آقا تو چیزی رو بسازی کسی رو بکشند از پول موقع در بیاری؟ آخه پولش چه پولیه؟ آمریکا شرکت چینی صادرکننده تجهیزات نظارتی به ایران رو تحریم کرد. تا الان نمیدونسته آمریکا یک شرکت چینی تولید کننده دوربین های تشخیص چهره را وارد لیست سیاه خود کرده است و میگوید محصولات شرکت چینی تیاندی تکنولوژی در سرکوب مسلمانان آیگور استفاده می شده و همچنین این شرکت با نقض تحریم های ایران این فناوری داخل سپاه پاسداران قرار می گیرد. چی دارید می خواهید بگید؟ سپاه رو سیاه عالم آدم شد. رو سپاه ننگ برای خودش خرید، برای خانوادش خرید، برای پدر مادرش خرید. من بارها گفتم تکرار میکنم، آیا سپاهی که میاد از حق این مردم میخوره، حقوق میگیره، بعد میخواد زن بچه سالم در بیاد دست مردم بلند کنه تا اینجا اثر تو بکنه دهنش گاز بگیرن، دست در چنان چک بهشون میزنن که اصلا تو سود رو بچرخه؟ سپاه زندگیش تباه شده است، نه که الان از خیلی سال مردیان میگیرن، چون اینا کاری که پولی که میگیرن نمیفهمن باید چی کار بکنن، همینجور گوششون بدن این اونه در رو باسن اینا چی کار میکنن با چک هدف که مشخص نیست، چون سواد سیاسیش ندارم، علمشو ندارم، تحصیلات ندارم. همینم یک مش آشغال کسافت. بچه هم چون تیران نمیتونم به انجام یه خواهد کشور پس پول نبیرم تو به جای من به جنگ به جای من به این کار بکن، مردم یاری کنی تا من شوهرداری کنم. گزارش شبکه NBC نیوز آمریکا این شرکت فناوری تشخیص چهره را برای شناسایی مسلمان آیگور در چین در اختیار دولت این کشور قرار داده و همچنین مخالفان جمهوری اسلامی میگویند سپاه پاسداران با استفاده از این فناوری به سرکوب معترضان میپردازند. غلط کردید. ماسکی بچه ها کاری نهی حرفا دیگه نیست. اون دستگاه اونقدر قوی نیست، اون دستگاهی نیست که اسرائیلی باشه بزنن بیاد از گوله بچرخه از پشت بغل زن آقای فخری بره وقت فخرآور فخرزاده کوزر به چرخه داره بخواد فخرزاده بشه. چقدر اون گلوله هوشمند بوده، چقدر فناوریش قوی بوده، با اون سرعت گلوله بعد میچرخه بره میخوره به فخری بره. دروغ هم بگه ایسی بگه که خواسته بشه. اول شرکت فناوری آمریکای اینترکورپ که مقر دار کالیفرنیا است یکی از تامین کننده قطعات فناوری این شرکت چینی بوده. اکنون که آن را فهرست از فهرست مشتریان چینی از فهرست مشتریان هر خود حذف کرده و در ضمن می‌آورد این عدم پشتیبانی ضربه بزرگی به شرکت تیاندی وارد کند. خود باز خودش چه جوری باشه راست همش است. بگذاریم که مردم ما بترسن. دیگه مردم از ترس عبور کردن، واکسینه شدن. تمام ترسیدن ما از این بلا بود، اکنون جدی ترسیم بیاد این بلایی ترس دیگه چی معنی؟
این باز یه جوک جدید شروع شده. کفالت سیاسی، زندان سیاسی اصلی سیاستمدار اروپا چه تاثیر دارد؟ هیچ. میخواد وقت بکشید، وقت بگیرید، خودتون مطرح بکنید، اسمتون بود بیاد بالا، خاک حالا بر سرتون بکنید. که همین قشور ندارید. اون که نماینده سازمان تیتی حقوق بشر گوه نمیتونه بخوره. شما چی خودتون؟ من کفالت چی بایده گفتم؟ نکن، واقعا نکن، بلا. چقدر نموشین، چقدر بلایین شما. چقدر زیادم شدید به همشون. چی گوهی میتونی بخوری؟ کسافت لجن. قدی وقت مردم میگه مردم خوش بیشتر پوش بکنید، حتی مردم یه حقیقی تراجه نمی کنن. اینقدر زیاد کفاله سیاسیش بوده 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 تو بابا سی باز میخواه پول بگیدی کلی حفاتی بگیدی چی میخواه بگیدی؟ تو ایران راد میدن؟ شما نتونستین داری 43 سال یک حکم اعدام رو یک دقیقه عقب بزنید. یک دقیقه، یک دقیقه نه بیشتر. نمیخواد کفاله چی بوده بگیدی برای خودتون. خر خودتون و ارباباتون، خر خودتون، جد آبادتون، احمق هم خودتون هستید. چه به شعور ملتون توهین میکنید؟ بی شعورا. وکیل تسخیری براش گرفتم، وکیل وقت اطلاعاتی گرفتم، نمیره، نمیتونه به راش نمیدن. وکیل تسخیری تو خود ایران تو همونجا حسر دادیم. من وکیلش هستم، تو گاه خوردی با جد آباد، برو بگیر. چه صافت لجن. خب مثل سال هفت داریم مقصران متروپول ساختم آبادانی ها میده قضیه چیه. این مثلا رفته وقتی که میخواستم به سال زمین رو کاش بکنن، قاعده این است که میده خاکشناسی قدرت زمین رو میدونن، بعد میان بر اساس رو میگن آقا اینقدر ساختمان تا اینقدر طبقه، اینقدر فشار، اینقدر فلان با یک کلرانس 10-15 درصدی کمتر که بار برف احیانا تو دوست برف میدارن آمد شد باد برف اومد و وسایل تو خونه میبرن، یخچال میبرن، وسایل میبرن، فلان برن این بار حساب میکنن همش رو و بعد میگه خب این زمین 8 طبقه اینقدر زیر بنا. خب طرف پول داشته، پارتی داشته، نفوذ داشته، رفته مثلا 8 طبقه که چند طبقه زیر بنا بیشتر کرده. خب اون فوندوسین جواب نمیده، اون اصلا جواب اصلا جوری نیست که اون پیازه بیشتر نیست، نمیتونه بار تحمل کنه. خب دیدی چه اتفاقی افتاد؟ چقدر کشن؟ 3 سال حبس نمیشن. اونم بخاطر اینکه دهن خیلی برم اون 3 سال الان بیشتر تو زندان، بعد 1 سال میگه آزاد بشه پیکات بچه خوبی از شما ببخشید هم آدم میداد به نفتن و خیلی نبتی خود حقش میخواد بگیره سنش بروبارو میشه مهاره با خدا. شما خودتون خدا میدونید نمرود از گاه خورد، فرعون از گاه خورد، خیلی های دیگه به چه روزی افتاد؟ یه پشه نابودش کرد. من نمیدونم واقعا نمیدونم از چی بچه روی، ولی یک بلای سرت به زودی بیاد خود خدا پندار شدید شما. یک بلای سرتون بیاد که اصلا اسمتون و فامیلتون و راهتون و شما شناسنامه تو فراموش بکنید. هم به زودی زودم از ما. چون دیگه اینقدر بیهای و پرو شدید، اینقدر بیشرف و بیناموس شدید، اینقدر حرام لغم حرام زاده شدید. همتون کلان دوست یک 2000 نفر هم نمیشید. یک بلایی بهتون بپیچه که من نمیدونم از کجا. من از آقای کویت گفتم، گفتم این غرور این ها و این مستی این ها، این آزار، این کلفت ها، این زنا، خدا چه بده سره نمیدونم. آقای محمد یه پول دارم همه نه درست، اما نمیدونم چی بله بلا سر کویتی ها میاد. مگه میشه همه تکبری، همه غرور، این همه ظلم و ستم و اینها؟ وقتی عراق حمله کرد به کویت، خودتون میدونی بین 700-800 تا ماشین تا 2000 تا ماشین کویتی پر طلا و جواهر و پوند و ریال همه اینا فرار کردن به طرف کجا؟ به طرف عربستان. خانواده شما از طرف زن ماشین پر چیز بود دیگه، همه چی گرونتر بود. بعد به جای خودن به بنزین نرسیدن، به آبم نرسیدن و اینا همه شون ظرف 24 ساعت تشنگی مردن با اون همه امکانات مالی که داشتن. راننده هاشون رایت رو سراخ کرده، آن رایت رو سراخ کرده، زنده مونه تا خواسته به دانسته، ولی اون همه شون مردن. در کنار اون همه ثروت و فلان و فلان فلان تشنگی مردن. بطری آب 2 ریالی 1 ریالی نبود بخورن. حاضر همه اونا رو بدن نبود. میخوانی چی کارش کنه؟
این بلا سرشون اومد، اون تکبر، اون غرور، اون و الاخر. راجع به حمید فرخ صحبت خواهم نکنی، بعدی صحبت خواهم کرد. فرمانده سپاه: فضای مجازی تنها راه تهاجم دشمن است. به کی؟ به شما دشمن ایران، ملت ایران. خودتم از این صادر بای خاک بالا برسند بکنم. شما دیگه باختید بازی رو، همه جوره باختید. چرا بکنید که حالا باید ببینید؟ قیلتی بلد نبود، قیلتی بکنید، اگه قیلتی بکنید، سلام هری با پیکاره. هری، زباله تاریخ. حالا فضای دشمنه، دوباره نجات میده، کمک رو به مردم همین کمک میده، کشور شاید دست شما میتونه از با در بیرن. از دست شما مزدورای بی ریشه و نسب، بی اصل و نسب، یک مشت مفتخور، گدازاده، گداپرور و حرام لقمه. حرام لقمه، حرام لقمه. بازدهشی خواهد بود کسافت این تو. در حالی که مقام جمهوری اسلامی با مسدود کردن پلتفرم فرمان مختلف و محدود کردن اینترنت دسترسی کاربران به جریان آزاد اطلاعات مختلف کردن، حسین سلامی فرمانده سپاه مدعی شد تنها راه باقی مانده برای دشمن برای به منظور تهاجم به جمهوری اسلامی فضای مجازی است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در چند سال گذشته بارها در سخنرانی‌هایش به این اینترنت و فضای مجازی تاخته و مسئولان خواسته که این فضا را کنترل کنند. چش آقای خامنه. آب سردهای تهران به پایین‌ترین میزان در نیم قرن اخیر رسیده است. آقای سلامی، رحمت، کثافت، لجن، حروم زاده، حروم لقمه، این رو هم دنیای مجازی این کار کرده. آب سردهای تهران به پایین‌ترین میزان در نیم قرن اخیر رسیده است. شرکت آفازاب استان تهران نسبت کاهش حجم آب سردهای این استان هشدار داد و اعلام کرد که ذخایر سردهای تهران به پایین‌ترین حد خود در نیم قرن گذشته رسیده است. این شرکت میگوید 85% ظرفیت مخازن سرد تهران خالی است. از سوی دیگر گزارش نشان میدهد بحران خشکسالی در ایران گسترش یافته و حدود 80% خاک کشور را در خود درگیر کرده است. صدور حکم محاربه برای دختر نوجوان، دختر 15 سال محاربه چی میدونی چی؟ کشورش میخواد آزاد کنه، آزادی خودش رو میخواد دست بیاره. نماینده پارلمان آرپا کفاره سیاسی سنی شریف رو به عهده گرفت. خوردی با جد آبادت. نسل کشه بیشترف. یک مش احمق روانی. کار به جایی نمیرسه. خودت کفیل میخوای. خودت اداره کننده میخوای. چون سوادی حرفا رو نداری. آزادی دو تا از محکومان به قصاص در زندان با بصارت اجرایی اژه‌ای. آقای لیدی از یه حرفا گذشته، از یه فیلم ها و از شوی را کردن گذشته، وحشت برتون داشته، خوشم میاد. حقیقتون هم هست. باد کاشتید، طوفان درو میکنید، تو اتاق شیشه‌ای نشستید، به طرف مردم کلوخ هم پرتاب میکنید. بیفه اتاق شیشه‌ای میتینه و از خودتون از شیشه‌ایه. مردم له و لوردت میکنن اونجا. چه شعور شده همین است که همیشه همین در بر روی پاشم کرد. نه اکبر گنجی معروف اکبر پونس این سایت خامنه نوشته باور نکردنی است که کسی که از اوایل انقلاب زنهای بدحجاب رو خود سر میگرفت و پیشنشون رو پونز میزن الان یه قسمت کار رو هم گرفته و محتوا میزنه و مدافع حقوق زنا شده است. وقتی میگیم ملت ساده فراموشکاری داریم بابت همین چیز هست. نه خیلی، نه ساده سن فراموشکار. اکبر پونز، اکبر پونز فرق نمی کنه. بسری میبود اینجا میدونه ولی عدی آدمه فشار میدود پونز بابا هجاب اینجا باشه همین همین آقا اکبر گنجی حالا بوده ای کنم یک جو سواده نداره اینقدر. بعد مردم که آسیم کتو داشتن نهاره چیز میکرد رنگ میزد. زنهایی هم که یه خوده رو جلوش با بیستن میفتن به زهرا جنازه بشونند. میدونی چقدر زن روان شدن؟ میدونی چقدر بچه سرکت کردن؟ میدونی چقدر روی آرون رو شما هم دیگه آقای اکبر پونز؟ کی گذاشت خامنه دیوس جاکش هر اوزاده؟ رهبر خامنه دفاع کرد از این؟ و
ارسلان رسلین های آقا نکن با حرفای خودش و امیر کبیر. خب همونجه قبلا هم گفتم بهتون هوادار مراکش فرانسوی بگین هم گفتن حسابی کلی زخمی و کلی چیز کردن. فرانسوی هم میخواست این مراکش زیر ماشین رو برد. شب گذشته پس از باین بین تیمای فرانسوی و مراکش یک هوادار فرانسوی با خود رو چندین هوادار مراکش رو زیر گرفت. در سر این اقدام یک پسر 14 ساله مراکش کشته شد. علت سگبازی مردم اروپا رفته از کنون پیدا کردن نمیدونم از زبان علامه جعفری. این همه میدونه همه هم گفتن بارا بارا اما حرف آقا جعفری رو نمیشه که این نفت رو بیرونیم بگید چرا مردم اروپا سگباز شدن. بخشی از سفرنامه دستنویس علامه جعفری به اروپا به تاریخ سه‌شنبه 4 آبان 1355 23 اکتبر 1976 بدون از من است. در پاریس و سایر اروپا اهمیت سگ برای مردم به دو عامل اصلی باز میگردد. سگ حس اطاعت جوی قلبی ها و قلبگرایان را اشباع می کند چون سگ از خود حالت تسلیم نشان می دهد. احساس وفا و گرش به محبت در میان افراد وجود ندارد. به وسیله سگ اشباع می گردد. خب طبیعی هم چیزی هست دیگه و اینجا رسیدن و الاخر چین و روسیه خامنه را به عضو شانگهای کردن که تأخیرش کنند. من بودم اما الان گفتم بودم شانگهای غیر از هزینه رو چه دیگه نداره که درش خواست یه سری کبوتر حرمه بره اونجا هزینه بکنن بعدش بگیرن و و و بچه هم اگه بگه اگه آقا این کار بگه نه بگه از شانگه بیرون میکنیم همینه. تشکیلات موسوم به جبهه اصلاحات ایران در بیانیه با اشاره به سفر رئیس جمهور چین به کشور مد خلیج فارس نوشت موضع‌گیری مداخله جویان فرصت را رئیس جمهور کشور دوست جمهوری چین خلق چین در سفر به کشور جنوبی خلیج فارس یکی از بدترین و تحقیر آمیزترین پدیده‌هایی است که ابعاد گسترده آسیب پذیر اقتدار ملی ایران از سیاست خارجی خود پوشیده کشور را نشان می‌دهد. ایران نخیر آخوندها. خب این بحث 60 طلا رو داشتیم برای صحبت بند کرد بزنیم بزنیم چون حالا بیزون کردم بتونم کلیپ بزنم در خدمت شما هستیم. عزیز بلید خب چیگه ایران در آوردید نه که اینا رو دنیا رو در آوردید نه که دنیا رو تمام اون کسایی که جنایتکار و کثیف و پیاسن همش رو سیاه کردید دمتون گرم ملت و جوان ایران به خصوص زنان.